تمام اون چرا که بشر امروزی در اختیار داره، این برگرفته از احسان و نعمت خاص پروردگار که در قالب علم و دانش بر انسان و بر بشریت و بر این اساره کائنات که انسان الله تبارک و تعالی عرضه کرده و در اختیار او گذاشته. اما این علم سروران عزیز به تنهایی حاصل نمیشه، این علم با آرزو حاصل نمیشه. حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی یک مقوله ای داره، طلاب عزیز باید توجه داشته باشند، علمای بزرگوار باید توجه داشته باشند، خواهران و مادران و دختران ما باید توجه داشته باشند که علم ثروتی است که تا زمانی که انسان تمام وجودش را در اختیار علم نگذارد، علم به دست نمی آید. وقتی کارهای معمولی و کارهای پیش ما افتاده که هنر خاصی نمی خواهد، اونها بدون تلاش و بدون وقت گذاشتن و بدون توجه کردن و بدون یکسویی کردن آنها حاصل نمیشن. علمی که مربوط به همه بخشای زندگی انسانه، خیلی از کارهایی که انسان انجام میده این مربوط به یک بخشی از زندگی انسانه، مربوط به یک شعبه از زندگی انسانه، اما همین کاری و همین برنامه‌ای که مخصوص یک بخش از زندگی انسانه بدون تلاش حاصل نمیشه، بدون زحمت حاصل نمیشه، بدون عرق ریزی حاصل نمیشه، بدون رنج حاصل نمیشه، بدون تحمل مشقت و سفر و اینها حاصل نمیشه. اون وقت علم که الله تبارک و تعالی او را سرمنشه همه تحولات زندگی، چه تحولات مادی هست و چه تحولات معنوی هست، سرمنشه همه این تحولات قرار داده، کجا به دست می آید؟ دنیا داره از این تکنولوژی روز استفاده میکنه برای رونق دادن دنیا، ما چه دلیلی داریم که برای پیشرفت احکام دین و برای رساندن پیام الهی و پیام محمد رسول الله از این امکانات و از این تکنولوژی روز استفاده نکنیم؟ در این حالی که باید از آفتهایش ترسید، در این حال باید مراقبت بشه که این موبایل و این ارزم بوزن و تکنولوژی روز همینطوری که نعمت هست خارم داره. شما گل محمدی را هم اگر بخوای بچینی که اینقدر بوی زیبا و خوشی داره، خارای خطرناکی هم داره. اگر آدم مراقبت نکنه و تا گل نچیده جلوتر دستش خارا تو دستش میره، دستش پر از خون میشه. لذا مواظب باید اون عوارضش هم بود، زیر ساخت و تربیت اخلاقی و تربیت اجتماعی هم بشه، اما زمینه رشد و زمینه فراگیری برای تکنولوژی و علوم عرض کنم که فنون روز هم انجام بشه. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در زمانش اهمیت ارزش علم و سواد و دانش برای جامعه اون روز احساس نیاز بود. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تشویق کردن به اینکه سواد یاد بگیرن، تشویق کردن حضرت.